میمان هفته شما ایرج گرگین، روزنامه‌نگار با سابقه، مدیر سابق شبکه 2 تلویزیون ملی ایران و یکی از ماندگارترین صداهای رادیوی ایران در تاریخ پیدایش این رسانه در ایران است. اولین سوال من از آقای گرگین اینه که وضعیت حال حاضر رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مثل صدای آمریکا، بی بی سی و رادیو فردا رو چگونه ارزیابی می‌کنید آقای گرگین؟ میدونید شما در متن جریان هستید و میدونید که چه مسابقه‌ای در واقع وجود داره بین این رسانه ها برای رساندن خبر، برای اینکه حتی شنونده یا بیننده بیشتری جلب کنن. در گذشته اینطور نبود. در گذشته یعنی رسانه هایی که با کمک دولت ها تاسیس می شدند براشون مهم نبود که آیا تعداد تماشاگر یا شنونده شون زیاده یا کمه، ولی الان در واقع به نظر من این رسانه‌ها در رقابت با هم وارد یک نوع جریانی شدن که تلویزیون تجارتی آمریکا یا تلویزیون تجارتی هر کشور دیگری ممکنه خواسته باشه به اون نحو عمل کنه. به این معنی که آمارگیری، این که تعداد شنونده چقدره، تعداد بیننده چقدره، این عامل تهیه بودجه، عامل موفقیت به حساب میان و کسانی که در بالا سر این گونه وسایل هستن، در واقع اگر که موفقیتی از این جهت رسانه ها نداشته باشن یا اونها رو تعطیل میکنن یا بناهاشون عوض میکنن یا به هر در صدد در میان که تغییراتی ایجاد کنن. در گذشته به نظر من فقط اینطور نبود. این که من میگم الان اینطور هست به دلیل وضع جهانه، به دلیل این هستش که ازدحام وسایل ارتباط جمعی هست، ازدحام رسانه‌های مدرن، انقلاب تکنولوژیکی هست. در گذشته مسئله کیفیت بیشتر مطرح بود یا اینکه کی خبر رو صحیح‌تر میگه. مسابقه بر سر اینکه کی خبر رو زودتر میده در جریان نبود. الان فکر می‌کنین که پس فقط ما دنبال مخاطب هستیم در رسانه‌های فارسی زبان یا کلا در تصور می‌کنم بیش از اینکه رسانه‌ها به آنچه که میگویند در واقع معتقد باشن که چه میگن و به درد چه کسی میخوره، شاید به نظر من اگر اشتباه نکنم بیشتر همطور که میگید در صدد جذب مخاطب. خب حالا توی این موضوع چه میگویند و چگونه میگویند، میدونید که حرفه‌ای ترین رسانه های خبری فارسی زبان الان متعلق به دولت های آمریکا و انگلیس هست، یعنی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی که بالاخره اینها منشور مشخصی برای ارائه اخبار اطلاعات دارند. چقدر فکر میکنید این دو تا رسانه در کاری که دارن انجام میدن منافع این دول رو لحاظ میکنن؟ من تصور نمیکنم که خیلی به طور مستقیم این دو رسانه ها، این دو رسانه چه برنامه شما یعنی تلویزیون فارسی وایس اف امریکا و چه بی بی سی به طور مستقیم مصالح و دستورات دولتشون عمل کنن. من تصور میکنم بسته به تهیه کننده، بسته به نویسنده، بسته به کسانی که برنامه رو تهیه میکنن اینو که فرق میکنه. تجربه خود من در طول سالهای گذشته نشان داده که بعضی اتفاقا از تهیه کنندگان یا مجریان ممکنه کاسه داغ‌تر از آش باشه. یعنی در واقع اون چیزی رو که مثلا فرض کنید دولت ایران میخواست یا مقامات دولتی میخواستن یا دولت آمریکا میخواد یا دولت انگلیس میخواد، حتی بیش از اون چیزی که در حد انتظاره. چرا اینجوری فکر میکنی؟ منم این احساسو میکنم که ما بعضی مواقع واقعا به کاسه داغتر از آش میشیم بعضی مواقع. چرا فکر میکنی؟ مشخصه فرهنگی ماست؟ بله بله، من فکر میکنم این برمیگرده به یه چیز فرهنگی که در کار ژورنالیسم دولتی ما وجود داشت. ببینید ژورنالیسم ما بخش عمدهش دولتی بود در گذشته و این انتظار می رفت که افراد رضایت دولت رو جلب کنند. این شد یه فرهنگ برای عده از روزنامه‌نگاران. در نتیجه این رو حتی در خارج از کشورم عمل میکنن، در حالی که اینجا شما میدونید یعنی در واقع رسانه ها واقعا آزادی فوق العاده ای دارن از خیلی از نظرها. خب راجع به همین مسئله میخوام سوال دارم خدمتتون که گفتم مسئله فرهنگی، شما رئیس تلویزیون ملی ایران بودید، تلویزیون شبکه دو. شما هم لحاظ میکردید اون موقع؟
بله ببینید، یعنی در واقع سانسور وجود داشت، کنترل وجود داشت و خط قرمز هم وجود داشت، ولی این خط قرمز ها، کنترل ها و غیره سبکتر از اونی بود که طبیعتاً الان هست یا در حتی در اون زمان در کشورهای دیگر بود. در اون زمان در ترکیه خیلی بیش از ایران، الان که ترکیه میدیای خیلی آزادتری داره، در اون زمان تو واقعا سانسور و کنترل در ترکیه، من سفر میگم دعوت داشتم پاکستان، مصر، عرض کنم که ترکیه خیلی بیش از ایران بود. ما مسائل سانسوریمون مربوط به دربار و مذهب میشد بیشتر، ولی راجع به دولت برنامه‌های انتقادی نمیخوام بگم شبیه شما برنامه‌تون یگانه است توی زمینه کار تلویزیون تا به حال، ولی برنامه‌های انتقادی بود که واقعا مقامات دولتی رو سر به سرشون میذاشتن، شوخی میکردن، انتقاد میکردن. برای این ارتباط مستقیم ما داشتیم که میکروفون میرفت میون مردم و مردم راجع به گوشت، نون، آب و گرانی صحبت میکردن و کسی مزاحم نبود. اسباب گله میشد، فلان وزیر زنگ میزد، گله میکرد، اعتراض میکردن روزنامه، ولی این مانع نمیشد. البته این رو من اشاره کنم که تلویزیون ملی ایران خیلی بیش از مطبوعات آزادی داشت اون زمان، و این به لطف وجود مدیر عامل سازمان بود در اون زمان که شخص با نفوذی بود و خودش در واقع عامل سانسور نبود به عکس خیلی از مقامات دولتی، و ما هم که کار میکردیم و جوانهایی بودیم که اونجا بودیم طبیعتا از این فرصت استفاده میکردیم و کاری میکردیم که تا حد ممکن بدون اینکه خط قرمز رو عبور کنیم. گاهی وقتا از خط قرمز عبور میکردیم اسباب در سرمون میشد. من دانشگاه اتصاب کردن با موافقت تلویزیون دعوتشون کردم در استودیو، مصاحبه لایو باشون کردم، هر چه دلشون خواست گفتن. ساواک بسیار ناراحت شدن، حتی در صدد بازداشت من برآمدن. رفتیم پیش نخست وزیر آقای قطبی واسه، و از این نمونه ها در طول چیز وجود داشت. جناب گرگین، من سوال های فراوانی از شما دارم، من جمله رابطه فامیلی شما با آقای خسرو گل سرخی، مصاحبه شما با خانم فروغ فرخزاد و سوال های دیگر که در بخش دوم برنامه من این سوال ها را از شما خواهم پرسید. از بینندگانم خواهش میکنم که حتما بخش دوم این مصاحبه رو ببینن، برای اینکه به شدت جذاب خواهد بود، خصوصا اینکه شما راجع به گل سرخی خیلی کم صحبت کردیم. اینجا به رسم این برنامه یک دقیقه شما وقت دارید که مستقیما با مخاطبان برنامه پارازیت صحبت بکنید، این شما و این هم تماشاگران ما. در خیلی متشکرم کامبیز. نکته که چند در چند روز اخیر، شاید هفته های اخیر بیشتر در ذهن من هست، نتیجه صحبت با کسانی است که از ایران میان یا از ایران زنگ میزنن یا از ایران تماس دارن، این هست که به نظر میرسه که در سر وضع کنونی جامعه ایران، فشاری که وجود داره، خفقانی که وجود داره، نوعی تنزل اخلاقی ممکنه گریبان جامعه رو گرفته باشه یا بگیره، به این معنی که هر کسی سعی کنه گلیم خودشو به در ببره، به کار دیگری کاری نداشته باشه، به او کمک نکنه، و در واقع مسابقه برای پا رو سر هم گذاشتن و پیش بردن کار خود ممکنه در گرفته باشه. من به نسل جوان ایران بسیار اعتقاد دارم، فوق العاده اونها رو دوست دارم، ولی ممکنه که وضع کنونی در وضع اخلاقی کل جامعه چه این اثری بذاره. این مسئله قابل بحثی است و مسئله است که باید دربارش مطالعه کرد. من شاید اشتباه میکنم، ولی این رو به عنوان تقریبا یک سوال مطرح میکنم. خب جناب گرگین، شما با خسرو گل سرخی چه نسبتی داشتید یا دارید؟ خسرو گل سرخی شوهر خواهر من بود، طبیعتاً نسبت داشتم، برای که متاسفانه در جوانی نهال زندگی او رو به نحو واقعا فجیع و زشت و بدی بریدم. خسرو گل سرخی شوهر عاطفه خواهر کوچک من بود و در نتیجه از زمانی که حتی پیش از اینکه وارد فعالیت‌های سیاسی بشه، من اعتقاد ندارم که واقعا خسرو گل سرخی به شدت وارد فعالیت‌های سیاسی بود. من معتقدم که عقاید سیاسی داشت، این عقاید سیاسی رو پرورنده بود و براش وجود داشت.
زمانی من ازش دعوت کردم که برای مجله تماشا که من مدیریتش داشتم کار کنه، یه مدت کوتاهی برای مجله تماشا کار کرد، بعد به روزنامه اطلاعات رفت و به روزنامه کیهان رفت، برای روزنامه کیهان کار میکرد و شعر میگفت. اگر قضاوت منو بخواد جداگانه صحبت میکنم، ولی در پاسخ سوالتون، خسرو گلزرخی شوهر خواهر، خب این چه جور آدمی بود آقای خسرو؟ بعد از اینکه دیدین خسرو مثل بیشتر جوان‌ها و شاعرای جوان اون دوره که ما میشناختیم، جوان فوق‌العاده ایدئالیستی بود، جوانی بود که به راحتی کنترل خودشو از دست میداد، ولی به هیچ وجه من معتقد نیستم که در اون اتهامی که به او وارد شده بود دست داشت، شرکت داشت. ببینید، در تمام خاطراتی که کسانی که با او زندان بودن یا رفتن، اگر بخونید هیچ کس به این نکته اشاره نمی کنه که واقعا توطئه برای رو بودن ولیعهد توسط او، اصلا اهل چنین چیزی نبود. او شاعر در واقع منفعلی بود که درباره سیاست فقط صحبت میکرد، اهل عملیات سیاسی و پارتیزانی و چرکه اینها نبود، ولی خب تو ذهن هر جوانی ممکنه چنین رویاهایی باشه و بشینن دور هم مشروب بخورن راجبش صحبت کنن. از این حد من مطمئنم بیشتر نبود، ولی در واقع نوعی توطئه ایجاد شد در اون زمان برای اینکه ثابت بشه که از این گروه یک نفر باید قربانی بشه و دیگران چشم زهر بگیرن از جانه، که نتیجه شورش به عکس شد. یعنی خسرو قهرمان شد، قهرمانی شد که شاید بدون این که بخوام او رو از چیزش کم کنم، شایستگی چنین مقام قهرمانی رو شاید نداشت به عنوان یک جوان، ولی عمدن و او رو وادار کردن که در دادگاه چنین چیزایی رو بگه. این رو خواهر من که در جریان بود برای من تعریف میکرد که چگونه مقامات نظامی یا مقامات امنیتی واقعا او رو تشجیع میکردن و تشویق میکردن که حرفایی بزنه که قاعدتا ممکن بود نزنه. یعنی بر ضد حرفایی بزنه که بر ضد خودش در نهایت در دادگاه تموم بشه، اینجوری بر ضد خودش تموم بشه. آها. و در واقع بیش از اونی باشه که شاید خودش و مثلا اینکه تو دادگاه گفت من از خودم هیچ دفاعی ندارم بکنم، از خلقم میخوام دفاع کنم، این صحبت های اینجوری منظورتونه؟ نه، ببینید وقتی به شما در چنین موقعیتی یه فرصتی بدن که از خودتون قهرمان بسازید و بخواید که خودتون رو نشون بدید، این کارو میکنید. و او بهش فرصت دادن. وقتی که شما ازتون بازپرسی میکنن یا زیر فشار هستید، دو جور رفتار باتون میکنن، یا بهتون چیز میدن، کوراژ میدن، تشویقتون میکنن که هر چی میخواید بگید، عیبی نداره، نتیجه نخواهد داشت، یا میگن آقا ملاحظه بکن اگه چیز بگی فردا اعدام و حبس ابد و فلان این حرفا برات است. این نکته دوم بود. در نتیجه تا اونجایی که من شنیدم، خسرو گلسرخی در این دام افتاد و در نتیجه هر آنچه که در دادگاه گفت به خاطر این بود که اگرم اعتقادش بود بر زبان آورد. معمولا آدم در دادگاه همه اعتقاداتشو بر زبان نمیاره مگر اینکه بخواد بره جلوی جوخه اعدام، ولی او این کارو کرد. در نتیجه به نظر من خسرو گلسرخی قربانی یه توطئه شد. حقش نبود که کشته بشه. اعدامش یک نوعی جنایت بود که عواقبش دچار خود متاسفانه دستگاه شد در دوران گذشته، ولی شخصا کسی نبود که این همه دربارش دارن صحبت میکنن. خسرو نه از نظر ادبی به نظر من و به گمان خیلی از منتقدان، نه از نظر سیاسی در آن مقام نبود که بعدا قرار گرفت، ولی خب سمبل مقاومت شد و قهرمان خیلی از جوان‌ها و یک نسل تقریبا هنوز هم هست. بله هست و یک نسل. جناب گرگین، شما همون زمانی که آقای گلسرخی رو گرفتن و اینها، چه شغلی داشتید؟ من همون موقع مدیر تولید تلویزیون بودم. پس یعنی تو سیستم بودین شما؟ بله. بعد این که خانواده شما یک آدم اونجوری بود، گلسرخی چه گوارایی بود برای خودش در ایران و خلاف سیستم صحبت میکرد و شما تو سیستم بودی، این پارادوکس شما چجوری؟ بله، یه پارادوکسی بود که
نمونه های بسیار دیگری هم داشت در اون زمان. یعنی بسیاری افراد بودند که افراد خانوادهشون ممکن بود در چنین جریاناتی باشند و اذیت نکردنشون داشته باشه. اذیت به معنای شخصی شاید نه، ولی چرا؟ یعنی در واقع خواهر من ناطفه که زندان بود برای من بعدن گفت، یا کسان دیگری که میرفتن که بسیار مشکوک بودن و دنبال بهانه میگشتن که ببینن چطور همین سال که شما میکنید، چطور ممکنه یک کسی شوهر خواهرش این باشه یا خواهرش عاطفه سه سال زندان بود به خاطر همین قضیه خواهر من و خودش با شاه مسافرت بره یا در تلویزیون باشه. بهتون بگم این شاید یک نکته باشه که تا حالا نگفتم. من با اجازه شخص شهبانو خود شاه در واقع کار میکردم، ولی مقامات امنیتی منو تصویب نکرده بودن حتی تا روز آخر. ولی خب من مورد اعتماد از این نظر بودم که آدم چیزی نیستم، آدمی نیستم که زیر پای رژیم رو بخوام خالی کنم یا خیانت کنم یا از این قبیل. در نتیجه سلطنت طلب بودین شما؟ من نه، من جوان که بودم افکار چپی داشتم مثل همه افرادی که نسل من بودن و بعدش هم واقعا وارد هیچ نوع طرز تفکر سیاسی، چون به اندازه کافی تجربه داشتم بعد از 28 مرداد، بیشتر کارم وقف تئاتر و هنر و شعر و زندگی به اون معنا بود. درجه نمیتونم بگم سلطنت طلب بودم، و یعنی این سلطنت طلبی در اون زمان کامبیز خان ایدئولوژی نبود. الان هست؟ الان تبدیل شد بعد از انقلاب، یا افرادی بودن در حالی که سعی میکردن بعد از ایجاد حزب رستاخیز و غیره، از مثلا مرحوم داریوش همایون عقایدی داشت راجع به نظام سلطنت طلب، سلطنت طلبی یا نظام پادشاهی که میشه تعبیرش کرد به نوع ایدئولوژی. یعنی او معتقد بود که برای کشورهایی مثل ایران رژیم پادشاهی رژیم بسیار خوبی است و از این اندیشه هم دفاع میکرد، دلایل کاملا جدی میآورد برای این معنا و این مقصود، و منتها نه به معنایی که بعد از انقلاب مد شد، یعنی اینکه حتما یک شخص به خصوص، حتما یک نوع خاص نظام پادشاهی مشروطه، اون چیزی که در انقلاب مشروطه در واقع خواسته شد. و جناب گرگین، شما با تجربه که داشتید از دوران محمد رضا شاه پهلوی، شما میتونید بگید که ایشون آدم مستبدی بوده و اون زمان استبداد وجود داشته؟ من نمیتونم بگم که شخص مستبدی بود. محمد رضا شاه پهلوی شخص خودرایی بود. به نظر من فرد مستبد یعنی کسی که بگه این و جز این نیست. شاه کسی بود که دلش میخواست یک پادشاه مدرن دور خودش باشه. در خارج سوئیس تحصیل کرده بود و وقتی سفر میرفت با رهبران کشورهای دیگه که بود، اگر یک سر و گردن از بسیاری از اونها به خصوص در خاورمیانه بالاتر نبود، چه از نظر سواد، چه از نظر رفتار اجتماعی، چه از نظر دانستن زبان، آگاهی به مسائل مختلف جهان، چیزی از بسیاری کم نداشت. در نتیجه دلش میخواست یک پادشاه دموکرات باشه و فکر میکرد حتی در کشورهای سوسیالیستی که چند تا من به عنوان مسئول هیئت مطبوعاتی میرفتم و گزارش تهیه میکردم، شاه با تیتو که ملاقات میکرد به نظر میرسید که خودشو به اندازه تیتو سوسیالیست میدونه یا نمیدونم با چاوشسکو یا غیره، برای اینکه در انقلاب سفیدش کار کرده بود که به قول خودش در کشورهای سوسیالیستی نشده بود. یعنیش کارگران را در سود سهام کارخانه ها شریک کرده بود. در نتیجه به نظر من شخصی بود خودرای، متاسفانه که اجازه نمیداد در اطرافش افراد دیگر حرف آخر رو بزنن، به خلاف رأی او غالبا حرفی بزنند وزیرانش و مدیران دستگاه ها. ولی مستبد به معنای استبدادی که ما در ایران در گذشته شاهدش بودیم، پادشاه ها و تو ذهن داریم از استبداد،
نبود یا شبیه این افرادی که اخیراً صدام حسین نمیدونم قذافی اینا نبود. جناب گرگین شما یک مصاحبه کردید با خانم فروغ فرخزاد که من در نوجوانی خیلی این مصاحبه رو بارها اولین باره که من فروغ رو کشف کردم در نوجوانی و دنبال چیزای متفاوت در مورد فروغ گشتم به این رسیدم. من بارها این مصاحبه رو من گوش دادم، اون موقع شما رو اینجوری که الان میشناسم نمیشناختم و خیلی خوشحالم که الان شما اینجا نشستین. این اولین مصاحبه بود خانم فروغ در رادیو کرد و اصلا چجور شد که شما خانم فرخزاد رو که یک چهره جنجالی بود آوردی اصلا تو رادیو؟ ببینید اون زمان برنامه دوم رادیو رو من مسئولش بودم. برنامه دوم رادیو برنامه بود که در اون زمان درست شده بود دقیقاً با منظور ایجاد ارتباط با روشنفکران و نسل جوانتر و بسیار برنامه موفقی بود. من خب جوان بودم، دانشکده ادبیات بودم، با شعر جدید ایران آشنایی داشتم، با شاعرها آشنایی داشتم. مدتی در استودیو گلستان، ابراهیم گلستان کار میکردم، یعنی صدا میذاشتم روی فیلم هایی که گلستان میخواست و بیشتر فیلم های مستند بود. در نتیجه مثلا فرض کنید در دو اتاق نشسته بودیم، فروغ هم اونجا بود. در نتیجه آشنایی من با فروغ از استودیو گلستان شروع شد. بعد خب یه برنامه درست کردم من به اسم صدای شاعر. این صدای برنامه صدای شاعر در واقع برنامه‌ای بود برای گفتگو با شاعران جدید، شاعران به اصطلاح سبک نو. و اون زمان شعر نو مسئله جامعه بود، یعنی مسئله روشنفکران جامعه بود، بر سرش دعوا بود، مقاله می‌نوشتن، دعوا می‌کردن، بحث بود. من این صد رو در رادیو شکستم. شاملو، فروغ فرخزاد، اخوان سالس غیر رو دعوت کردم. اخوان سالس جز شورای برنامه دوم بود اصلا که کمک میکرد به تهیه برنامه ها و ادیت مطالب برنامه ها. چه جور آدمی بود فروغ؟ فروغ زنی بود بسیار به نظر من در خود، یعنی دو شخصیت داشت. یکی شخصیتی بود که شما اگر می‌دیدید در یک جایی تعجب می‌کردید، برای اینکه خیلی شخصیت پرحرف و پر سر صدایی بود. یه شخصیت دیگر شخصیت بسیار آرام و در خود فرو رفته بود و در نتیجه مثل اغلب شاعرای دیگه به هر حال زن فوق‌العاده جذابی بود از نظر معاشرت و دیدن و صحبت کردن، آگاه از بسیاری مسائل به خصوص ادبیات فارسی. وقتی که من فروغ رو دعوت کردم برای گفتگو در برنامه صدای شاعر، اون موقع جنجال راجع به فروغ زیاد بود. در نتیجه وزیر اطلاعاتی آقای معینیان بود، وقتی که دید در استودیو من نشستم با فروغ، آمد گفت این خانم کیه؟ گفتم که خانم فروغ فرخزاد. گفت همون فروغ فرخزاد؟ گفتم بله. گفت مسئولیتش با خودته. یعنی واقعا صحبت کردم با فروغ فرخزاد یک مسئولیت ایجاد میکرد. تابو بود و اصلا چیز نبود. و بعد این چرا فکر کنم؟ به خاطر شعراش و اون زمان فقط مسئله شعر نو. ببینید شعر نو یک راهی رو باز کرد که در واقع شاعران سبک قدیم معتقد بودن این شعر منحرفی است، مثل شعر جدیدی که الان جوانه. خب ایشون زنم بود و این که و بسیار راجع به مسئله زنانه بی پرواز و شعرهای اولیش گفته بود، اساس شهرت این چنین. خب جناب گرگین شما خیلی یه سری من دوران دانشجوی نمایشنامه‌های رادیویی پیدا کردم که بعدها متوجه شدم که شما این نمایشنامه رادیویی رو ساختین. خیلی مدرن بود در زمان خودش که الان هم اگه پخش بشه در رادیوهای ایران فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه. شما واقعا چی فکر کردین که این کار رو کردین اون زمان؟ یعنی از این نظر که واقعا اعتقاد داشتین که تحول فرهنگی داشت اتفاق می‌افتاد، یعنی چون خیلی روشنفکرانه بود قضیه، به اینکه رادیو آیا برای عوام هست یا برای روشنفکراست. بعدها در رادیو آزادی هم که اومدید شما در پراگ هم یک رادیوی خیلی روشنفکری درست کردید. آیا این پرسپکتیو شماست از این؟ همیشه یعنی الان هم اگر به من شما امکان بدید یک رادیو درست کنم، باز این هر وسیله ارتباط من سعی خواهم کرد که این دنبال جمعیت حرکت نکنه، چند قدم جلوتر از
افکار متوسط عامه حرکت کنه و معتقدم که وقتش شنونده یا بیننده من میرسه، نه اینکه من پشت سرش برم و فکر کنم که به خاطر لذت بردن اون یا راضی کردن اون ببخشید باید این کارو بکنم. نه، من چند آدم جلوتر، اون موقع هم همینطور بود. ببینید ما در دانشکده ادبیات یک کلوب تئاتر داشتیم. این از اون دوره من علاقه داشتم فوق العاده به تئاتر، با بچهای تئاتری هم دوره بودیم، ویژن مفید، جعفر والی، خیلیا و همه کسانی که بعداً توی کار تئاتر حرفه‌ای آمدن، نصیریان غیر و غیر. و با درنتیجه این کلوب تئاتر ما یک وسیله بود که ما مرتب با استادای آمریکایی که میمدن نمایشنامه‌های روی صحنه اجرا می‌کردیم. من در چند نمایشنامه خودم شرکت کردم، این نمایشنامه رو می‌بردیم شهرستان. وقتی که من رادیو تهران مسئول شدم و این رادیو درست شد، از بیژن مفید دوست قدیمیم دعوت کردم که یک گروه تئاتر درست کنیم. در این گروه تئاتر سیروس ابراهیم زاده، رامین فرزاد، خیلی دیگه که حالا اسمشون فوری به خاطرم نمیاد شرکت داشتن و کار ما این بود که تئاترهای کلاسیک رو ترجمه میکردیم و اجرا میکردیم، زنده اجرا میکردیم، نخر ثبت میکردیم و میکس میکردیم. ببینید مثلا ما مکبث رو فرض کنید اجرا میکردیم یا غیره، و این تئاترها رو گاهی وقت ترجمه، خود من چندین از این تئاترها رو ترجمه کردم. نقشه هم بازی میکردین شما؟ من به ندرت، من بیشتر کار تهیهش رو انجام میدادم. مسئول این گروه تئاتر بیژن مفید بود و خیلی از واقعا استعدادایی که الان میگم اسمشون به خاطرم نمیاد و بعدن در کار تئاتر اینها شهرت پیدا کردن در این گروه شرکت داشتن و برنامه فوق العاده مورد توجه علاقمندان تئاتر بود. جناب گورگین، شما سالها در رادیو و تلویزیون و مطبوعات و اینها کار کردید و قطعا برنامه های متفاوت، چند قسمت از برنامه ما رو دیدین شما؟ من هر وقت فرصت کنم میبینم. شما اگر که این برنامه رو بخواید در دو دقیقه ما وقت داریم. آره سامان، در دو دقیقه بخواید برنامه ما رو نقد کنید، چی میگید؟ اول که شما برنامه رو شروع کردید، حقیقت بخوام بگم و حقیقتا میگم، اول من تردید داشتم که این برنامه موفقی خواهد بود یا نه. نکته اساسی مربوط به این برنامه وجود خود شماست و تهیه ساسان. یعنی شما جوانای آگاهی هستید و شما به خاطر علاقتون تئاتر، سابقه تئاتریتون، مجری فوق‌العاده خوبی هستید، تعارف نمی‌کنم. در نتیجه قانع کننده هست کار شما، ادا در نمیارید. یعنی خیلی از برنامه‌های کمدی، خیلی از برنامه‌ای که سیاسی کمدی هست، آدم وقتی می‌بینه منزجر میشه. شما ممکنه حرفایی بزنید که به مذاق بعضی خوش بیاد، به مذاق گروه دیگری خوش نیاد، ولی شما به خاطر احاطتون به کار اجرا این رو به بهترین نحوی عرضه میکنید. این پانه خیلی خوب برنامه است. نکته ای که قابل بحث بود، من همیشه فکر میکردم که آیا جای چنین برنامه، برمیگردم به سال اولتون، که آیا جای چنین برنامه در یک رادیوی، در یک تلویزیون دولتی که برای ایران پخش شده هست یا نیست؟ آیا این با اهداف و اعلام شده اون سیستم یا اون اداره تطابق میکنه یا نه؟ بعد وقتی که استقبال مردم رو دیدم، علاقه مردم رو دیدم، متوجه شدم که و اون چیزی که شما به درستی اخذ کردید از نمونه آمریکایی، نمونه های آمریکایی چنین برنامه‌ای، متوجه شدم که از نظر کار تلویزیونی کار فوق العاده موفقی است. حالا اگر چند و چونی داره از نظر نمیدونم ژورنالیستی یا غیر و اینها، اونها مسائل دیگری است قابل بحثه، ولی به خودی خود برنامه موفقی است و به خودی خود برنامه‌ای است که هر جا داره. یک کسی باید بیاد بگه که در یک برنامه که یه دولت دیگری بودجهش رو تأمین کنه، اینا این جاش
جای درستی است. ولی در هر تلویزیون دیگری این برنامه میتونست برنامه باشه و موفق باشه. جناب گورگین خیلی خوشحال شدم که به برنامه این هفته اومدید. ما در تیم پارازیت خیلی برای شما و سالهایی که کار کردید احترام قائلیم. خیلی متشکرم.